همراه هستیم با بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل آویو. آقای سبتی، اساساً رویکرد آقای نتانیاهو رویکردی نسبت به گسترش این شهرک هاست با توجه به حساسیت هایی که در اون منطقه وجود داره. اگر ادامه پیدا کنه باید شاهد چه باشیم؟ احتمال درگیری های بیشتر بین فلسطین و اسرائیل وجود خواهد داشت؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز. ببینید، این یک موضوعیه که در طول 55 سال اخیر خیلی بالا و پایین داشته و ادامه داشته و هر دولتی که بر سر کار اومده در اسرائیل این موضوع رو گسترش داده، چه دولت‌های به اصطلاح چپی که واقعا چپی نبودن و چه دولت‌های آقای نتانیاهو که مدت مدیدی هست بر رأس حکومت هستند، اینها همه گسترش دادن و حتی موردهایی بود که مثلا در دوره آقای اوباما، آقای نتانیاهو، هر وقت آقای اوباما یک تنشی باهاش ایجاد میشد، آقای نتانیاهو اعلام میکرد که ما 1000 تا خونه در این شهرک میسازیم و 2000 تا خونه در اون شهرک میسازیم. اینها چیزایی هست که ادامه داره. مسئله اینه که در این دولت الان قدرت احزاب تندروتر راستی که واقعا اونها مسئول و ایمان دارن به این مسئله شهرک سازی ها، اونها قدرتشون خیلی بیشتره. دولت آقای نتانیاهو روی اونها پا برجاست و اگر عصبانی بشن کنار برن دولت میفته، پس باید به اصطلاح باج بیشتری به اونها بده. و الان ما میفهمیم که چرا آقای اسموتریچ هم وزیر دفاع هست و هم وزیر دارایی هست، چون مسئله شهرک سازی تحت یک بخشی هست در وزارت امنیت اسرائیل و الان در واقع آقای اسموتریچ از یک جیب میتونه از وزارت دارایی پول رو بگیره و بذاره در جیب دیگه در وزارت دفاع و در واقع تسهیلاتی به وجود بیاره برای اون شهرک سازی. و اینجور ما میبینیم که قدرت این احزاب چقدر زیاد شده و مسائل داخلی اسرائیل رو هم اینجوری تشدیدتر میکنن. و آقای سبتی، موضوع موضعی است که ایالات متحده گرفته به عنوان به اصطلاح متحد دیرینه اسرائیل. تحلیلتون از این موضوع چیست؟ همونطور که گفتم، به خاطر اینکه این موضوع این همه مدت ادامه داره و بله، دولت‌های آمریکا در قدیم هم تذکرات و حتی تشرهایی به اسرائیل زدن، ولی در واقع دولت‌های مختلف اسرائیل به خاطر اون ضعف داخلیشون و این ائتلاف‌ها راه خودشون رو رفتن. و بله، آمریکا یک موانعی به وجود میاره. مثلا الان ما مسئله آزاد کردن ویزا برای اسرائیلی‌ها برای آمریکا داریم. شاید مثلا ممکنه این موضوع رو به عقب بندازن، شاید مثلا دوباره آقای نتانیاهو رو اینجور که اینقدر دلش می‌خواد در ماه سپتامبر در کاخ سفید تحویل نگیرن و دیداری نداشته باشه با آقای بایدن. اینها همه مسائلی هست که میتونه از نظر پرنسیپ دیپلماتیک به ایشون ضرر بزنه، ولی در واقع مشکل اصلی در داخل خانه ایشون در دولت اسرائیل هست. پس اون باید اول اینها رو سیر بکنه و دولت آمریکا تا اونجایی که میتونه هم قدرت آنچنانی در مقابل این موضوع نخواهد داشت. ممنونم از شما، بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل.